من میخواستم راجع به تهیه و توزیع نشریه مجاهد براتون بگم، خاطراتی تو این زمینه دارم. خب میدونید که در سالهای اول روی کار آمدن رژیم خمینی، نشریه مجاهد اصلی ترین و شاید بشه گفت مهمترین وسیله بود که مجاهدین به این وسیله پیام خودشون رو به مردم ایران میرسوندن. اینکه مجاهدین حرفشون چیه، چی میگن، چی میخوان، این رو از طریق نشریه مجاهد به مردم میرسوندن. و به همین دلیلم خب توزیع نشریه مجاهد خیلی سریع در سطح تهران و بعد در سراسر ایران گسترش پیدا کرد. تیراژ نشریه مجاهد خیلی سریع بالا رفت. حتما شنیدین تو این زمینه که این تیراژ به سرعت رسید به بالای 500,000 در روز و این خب تیراژ فوق‌العاده بالایی بود و بالاترین تیراژ انتشار این نشریه اون روزا تو سطح ایران بود. خب حالا این چجوری گسترش پیدا کرد و چجوری این ما تونستیم این نشریه رو در سطح ایران منتشر بکنیم؟ خب خودتون میدونید که یا حتما شنیدید در ابتدای کاری نشریه در تهران توزیع میشد، بعد کم کم راه به شهرستان ها برد. برای انتشار این نشریه از اونجایی که اصلی ترین حرفای مجاهدین توی این نشریه زده میشد، رژیم خیلی زود به واکنش افتاد و جلوی انتشار نشریه مجاهد رو میگیره، جلوی توزیعشون میگیره. تو این زمینه میدونید که کاری که مجاهدین و هواداران مجاهدین اون روزا به عنوان کار اصلی، به عنوان اصلی ترین وظیفه و مسئولیت به عهده‌شون بود، همین توزیع نشریه مجاهد بود. توی تهران که اولین مراحل فروش و انتشار نشریه مجاهد از اونجا شروع شد، خیلی سریع رژیم و دشمن با به انواع مختلف جلوی توزیع نشریه مجاهد میگرفت و متقابلا سازمان هم برای اینکه بتونه کارشو گسترش بده در سطح تهران وسیعا به توزیع نشریه میپرداخت. اونجا کار اصلی و کار یک میلیشیاهای مجاهد خلق، هواداران مجاهدین، توزیع نشریه مجاهد بود. برای توزیع نشریه مجاهد از اونجایی که اصلی ترین وظیفه بود، واقعا هر کاری باید میکردن، واقعا با انرژی گذاری و مایه گذاری زیاد از صبح تا شب این میلیشیاهای مجاهد خلق در سطح تهران کارشون توزیع نشریه مجاهد بود، فروش نشریه مجاهد بود. متقابلا رژیم هم با بسیج کردن عوامل خودش و افرادی رو که تو این زمینه بسیج میکرد، میخواست جلوی این فروش نشریه مجاهد بگیره و خود این شده بود موضوع درگیری بین ما و رژیم. و در واقع صحنه‌های مختلفی از این درگیری در نقاط مختلف ما داشتیم که عوامل رژیم می‌بودن جلوی فروش رو بگیرن، نشریه بچه‌گان رو می‌گرفتن، پاره می‌کردن و اینا با خلاصه مایه‌گذاری از خودشون به هر شرط ترتیبی بود می‌خواستن نشریه رو به دست مردم برسونن. دیگه مجاهدین و هوادار مجاهدین از این نقاط به بعد کارشون شده بود درگیر شدن با دشمن، درگیر شدن با عوامل رژیم، با مزدورای رژیم، برای که بتونن نشریه رو پیش ببرن، فروش نشریه رو پیش ببرن. واقعا تو این زمینه جان فشانی میکردن، واقعا میلیشیای جوان، دانش آموزا، دانشجوها در سراسر تهران کارشون فروش نشریه بود و درگیر شدن با دشمنان و درگیر شدن با عوامل رژیم که به هر ترتیب بتونن به دست مردم برسن و واقعا کارشون رو پیش ببردن و تو این زمینه کوتاه نمی اومدن، به هر قیمتی نشریه مجاهد به دست مردم میرسوندن. در ادامه این خب ما باید این نشریه رو به شهرستان میرسوندیم. در ابتدا تولید نشریه مجاهد در تهران بود، چون خب نشریه مجاهد با قطع و ابعادی که داشت امکان تهیه این نشریه در هر جایی نبود، نیاز به چاپخونه داشت، چاپخونه نسبتا بزرگی که بتونه این نشریه رو تهیه و چاپ کنه. به همین دلیل ما مجبور بودیم در ابتدا اینا رو در تهران تهیه می‌کردیم. اما از اونجایی که دیگه رژیم به صورت جدی مانع انتقال این نشریه به شهرستان بود، سر اون نقاط ایسر و بازرسی خروج از تهران جلوی ماشینا رو میگرفت، چک میکرد به شکلهای مختلف، خلاصه جلوی بردن نشریه به شهرستان رو میگرفت که ما مجبور شدیم تولید خود نشریه مجاهد رو از این نقطه دیگه در شهرهای مختلف و در مراکز استانها به وجود بیاریم. اونجا مراتب خوب امکانات خیلی زیاد نبود، چون چاپخونه بزرگ یا چاپخونه که بتونن نشریه مجاهد چاپ کنن خیلی زیاد نبودن. به همین دلیل کل کشور منطقه بندی شد و در هر جایی
یه مرکزی رو ما تونسته بودیم به وجود بیاریم برای چاپ نشریه مجاهد و توزیع نشریه مجاهد، که البته کار بسیار بسیار سختی بود چون رژیم خیلی روی موضوع حساس بود، ردیابی میکرد و به هیچ وجه اجازه نمیداد که ما بتونیم نشریه رو چاپ کنیم. تو این زمینه یک نمونه میخواستم براتون بگم که از اونجایی که به هر حال برای مجاهدین، برای میلیشیای مجاهد خلق و برای همه مجاهدین این خیلی همه چیز بود که بتونم به هر قیمت نشریه رو چاپ کنم و به دست مردم و به دست هوادار رو برسونم، که تو همین زمینه خب هر جایی واقعا با سختی و مشکلات خودش این نشریه چاپ میشد، اون چاپخونه که نشریه رو چاپ میکرد میگرفتن میبستن زندانی میکردن دستگیر میکردن و خلاصه رو وحشت ایجاد میکردن که کسی دست به این کار نزنه و واقعا کار خیلی مشکلی بود. نفس چاپ نشریه مجاهد تو شهرستان ها و ما از یه نقطه به بعد همونطور که گفتم به هر حال باید توی شهرستان ها نیرو به چاپ میرسوندیم، که به عنوان نمونه فقط میخواستم براتون بگم که یکی از محلهایی که ما نشریه مجاهد چاپ میکردیم توی مرکز یکی از استانها بود و از اونجایی که رژیم و عوامل رژیم و پاسدارای رژیم به شدت دنبال این بودن که ما نشریه رو کجا چاپ میکنیم و اینو ردیابی کنن و در بیارن و جلو کار ما رو بگیرن، ما اومده بودیم یه چاپخونه پیدا کرده بودیم به زیر مرکز پاسدارا بود، یعنی مرکز پاسدارای رژیم ساختمانی بود چند طبقه که طبقه زیر اون ساختمان، طبقه زیرین و زیر زمین اون ساختمان چاپخونه بود. این چاپخونه به دلیل هواداری و نزدیکیش با مجاهدین و سازمان نشریه ما رو چاپ میکرد. خب چاپ و انتشار نشریه تو این نقطه باعث شد که پاسدارای رژیم همه جا رو میگشتن، تمام شهر و منطقه رو زیر رو میکردن که ما رو پیدا کنن ولی نمیتونستن پیدا کنن. علتش این بود که این نشریه درست زیر مقر خودشون به چاپ میرسید. حالا ما اینو چجوری منتشر میکردیم؟ چجوری انجام بیرون میبردیم؟ برای اینکه نشریه رو بتونیم از محل این چاپخونه خارج کنیم شیوهای مختلفی بود، من جمله ما میباید این نشریه رو به استانه دیگه هم میرسونیم، حتی به شهرهای بزرگ دیگه، استانه دیگه مجاور هم میرسونیم. که برای حل این موضوع چیکار کرده بودیم؟ نشریه هفته یه روز در میومد، صبح شب تا صبح این نشریه چاپ میشد، بعد صبح زود قبل از طلوع آفتاب این نشریه آماده بود. ما به کمک هوادارا به وسیله این خودرایی که از میدونای بار سبزی میزدن، سبزی و تربار میزدن، خودروهای میومدن نزدیک این محل میستادن، بعد این کارتونه که آماده شده بود میدادیم به اینا که اینا میبردن با خودشون، بعد یه نقطه اینو میدادن زیر این سبزی و این ترباری که بارگیری کرده بودن و با خودشون میبردن. به این وسیله از این نقطه در واقع ما خودروهای مختلف، خودروهای وانتباری بود که با تربار و سبزی خودشون در واقع حامل نشریه مجاهد بودن، را می رفتن و از شهر خارج می شدن و به شهرها و شهرستانه دیگه می بردن. مدت ها ما این کار رو می کردیم و اینا نمی تونستن محل چاپ و توزیع نشریه مجاهده در بیارن. علتش هم خب خیلی واضح بود، پایگاه توده مردمی مجاهدین، امکانات وسیعی که توی زمینه داشتیم، مثلا چندین از این خودروهای وانتبار بود که اصلا کارشون این بود، می اومدن صبح اول بعد از این محل چاپ یه نقطه لنزه گرفته بودیم که در دید نبود، تو اون نقطه این کارتونا رو تحویل می‌گرفتن و جاسازی می‌کردن زیر اون تربار خودشون و می‌رفتن. این کار به مدت 1.5 تا 2 سال تا آخرین روزهایی که نشریه مجاهد منتشر می‌شد و سازمان نشریه رو منتشر می‌کرد ادامه داشت. می‌خوام براتون بگم که حتی در شرایطی که واقعاً اختناق مطلق حاکم شده بود و دیگه حتی توزیع نشریه به صورت دست به دست و خیلی سخت انجام میشد تو شهرهای مختلف، دیگه اصلا امکان توزیع علنی نشریه مجاهد وجود نداشت، انقدر اختناق و سرکوب بالا رفته بود، ولی با همه اینها نشریه مجاهد همچنان چاپ میشد در همون ابعاد و حتی کمیت و تیراژش هم بالاتر میرفت، چون مرتب این نیاز بیشتر بود و نیاز بود که ما به نقاط بیشتر و دورتری هم برسونیم، بالاتر میرفت و رژیم و عواملش نمیتونستن محل ما رو کشف کنن و نمیتونستن در بیارن که ما کجا این کار انجام میدیم، در حالی که مرکز تولید نشریه مجاهد درست زیر مرکز پاسداران رژیم بود. از این نمونه خب واقعا خیلی زیاد داریم. علت همین بود که خب واقعا اون کسانی که نشریه چاپ میکردن با دل جون دست به این کار میزدن،
همه چیزشون بود، به هر قیمت می‌خواستن این نشه چاپ بشه و برسه. واقعا اون آدمایی که اون هواداری که اون خودروشون رو اندازی می‌کردن، از میدون بار می‌زد، تربار بار می‌زد و میومد اونجا با تمام وجودش این احساس رو داشت که به هر قیمتی باید نشر برسونه به اونه که باید. و این سلسله ارتباطات و این رشته‌هایی که ایجاد شده بود همه تضمینی بود برای که ما بتونیم نشریه مجاهد رو تا آخرین روز توی اون منطقه منتشر بکنیم، توزیع بکنیم و به دست هوادارا برسونیم. همین وضعیت توی همه نقاط دیگه کشورم بود. یعنی در واقع امکانات مردمی و اون رابطه‌های مردمی و عمیقی که مردم با مجاهدین داشتن باعث می‌شد که ما بتونیم تا آخرین روزا این نشریه رو منتشر کنیم. یا تیراژ بالای نشریه مجاهد حتی تا آخرین روزا درست به همین دلیل بود که اصلا برای بعضی واقعا شگفت‌انگیز بود که چجوری مجاهدین در این ابعاد، در حالی که واقعا امکان کار علنی نبود، نمیتونستیم تو چاپخونه‌های علنی کار کنیم، نمیتونستیم تو هر جایی برای چاپ نشریه دست به چاپ نشریه بزنیم، چجوری مجاهدین نشریه رو اینطوری چاپ میکنن و به دست هوادارا، به دست مردم در سراسر کشور میرسونن. خب این خیلی واضحه، علتش همون تشکیلات گسترده و رابطه‌های گسترده و اون شبکه وسیعی بود که سازمان در سطح کشور ایجاد کرده. همینجا میخواستم اشاره بکنم به اینکه دشمن ما از تشکیلات مجاهدین خیلی میترسه و خیلی وحشت داره، همیشه دنبال اینه که این تشکیلات رو از بین ببره، اما نمیدونه که این تشکیلات چجوری به وجود اومد. در ساده ترین شکل اگه من بخوام براتون بگم، در واقع تشکیلات مجاهدین به همین صورت به وجود اومد. یعنی این تشکیلات سراسری مجاهدین در سراسر کشور ایران که تمام شهرها و حتی روستاهای ایران رو در بر گرفت و در سطح کشور اینطوری سازمان تونست گسترش پیدا کنه و اعضای مجاهدین اینطوری وسیعاً در تمام شهرها و حتی روستاهای ایران اینطوری شکل بگیرن و در ارتباط با هم دیگه قرار بگیرن، در واقع محملش، اون وسیلهش چیزی همین شبیه نشریه مجاهد بود که اینطوری تونست این رابطه رو ایجاد بکنه. باز تو همین رابطه خوب براتون بگم که من چون به دلیل مسئولیتم توی ستاد مجاهدین، ستاد سازمان توی تهران، مسئولیت من مسئولیت در واقع تغذیه شهرستان ها بود که خب اصلی ترین در واقع وسیله‌ای که باید به یا ابزارمون همین نشریه مجاهد بود که باید به همه میرسوندیم. بعد تو همین رابطه خب ما برای اینکه نشریه رو برسونیم نیاز داشتیم به ارتباطات و نفرات و افرادی که بتونن نشریه رو برسونن. خب تو این زمینه شما فکر می‌کنید چجوری ما آدما به اون مراجعه می‌کردیم و چجوری رابطه برقرار می‌کردیم؟ از روز اولی که ستاد مجاهدین تو تهران تشکیل شد، ستاد علوی تشکیل شد، در واقع اینا هوادارایی بودن که از نقاط مختلف کشور پا می‌شدن میومدن اونجا، خودشون دنبال نشریه مجاهد بودن. مثلا من یکی از مسئولیت‌هام این بود که هر روز صبح بایستی پاسخ می‌دادم به کسانی که مراجعه کردن از شهرهای مختلف، از شهرستان مختلف، برای که نشریه مجاهد بگیرن، برای که نشریه بگیرن ببرن. خب من می‌رفتم سراغشون می‌پرسیدم تو چطور شد که اومدی؟ آره من بعد از این با سازمان آشنا شدم، اولین نشریه مجاهد که دیدم خب من باید کاری بکنم، خودم پاشدم اومدم ببینم چه کار میتونم بکنم، چون تو شهر ما نشریه نمیرسه، تو روستای ما نشریه نمیرسه، من میخوام به مردم خودم برسونم، میخوام به شهر ما برسه و هم به اونجا نمیرسه. من فقط تونستم یه نشریه مجاهد به سختی پیدا کنم، اومدم خودم بگیرم ببرم توزیع کنم، ببرم برسونم به اونایی که باید. بنابراین اینطوری بود که ما تشکیلاتمون، رابطه همون و همون شبکه گسترده ارتباطی که در سطح کشور وجود داشت به وجود اومد و اینطوری بود که تشکیلات مجاهدین شکل گرفت. من از همین رو میپرسیدم که خب تو اصلا چجوری با مجاهدین آشنا شدی؟ چی شد که پاشدی مثلا از اون شهر دور اومدی اینجا؟ میگفت هیچی، من مثلا زندگی نامه یکی از بنیانگذار، یکی از اعضای مرکزی سازمان خوندم، زندگی نامه مهدی رضایی رو خوندم، یا مثلا زندگی نامه شهید علی باکر رو خوندم، تحت تاثیر قرار گرفتم و پاشدم اومدم. خب توی زندگی نامه علی باکری مگه چی نهفته است؟ توی دو صفحه زندگی نامه شهید علی باکری هیچی، پیام مجاهدین، ایدئولوژی و آرمان مجاهدین که هیچی نیست جز فدا و صداقت. این همون چیزی که جذب می‌کنه، خودشون به زبان خودشون میگفتن
این منو جذب کرد. دیدم منم باید قلمی بردارم، منم باید کاری بکنم. از همینجا بود که این تشکیلات شکل گرفت. اینطوری ما تونستیم این تشکیلات گسترده رو به وجود بیاریم و از همینجا بود که در واقع این اعتماد به وجود اومد. اعتماد تو تشکیلات مجاهدین چجوری شکل گرفته؟ بر اساس همین رابطه ها، همین رابطه های صادقانه، همین رابطه های یگانه ای که بین همه مجاهدین هست. خب حتما شنیدید دیگه، همه میگن که مجاهدین تشکیلاتشون یک تشکیلات یک دسته، همشون یک جور حرف میزنن، همشون یک جور فکر میکنن. آره همینطوره، به یک دلیل، به دلیلی که مجاهدین اینطوری شکل گرفتن، اینطوری پا گرفتن، اینطوری دو جامعه گسترش پیدا کردن، اینطوری بر اساس همین عنصر صداقت و فدایی که توی مجاهدین هست این اعتماد ایجاد شده، این رابطه ها شکل گرفته، این رابطه های محکمی که هر روز محکم و محکمتر میشه. خب این رابطه ها از کجا به وجود اومده؟ از سرمنشای مجاهدین. از این رابطه ها قبل از هر چیز، این فدا و صداقت قبل از هر چیز توی بنیانگذاران مجاهدین بوده، با محمد حنیف نژاد شروع شده. این تشکیلات به همین دلیله که طی این سالیان نه تنها از بین نرفته، نه تنها به رغم تمام تلاشی که رژیم در تمام این سالیان یک هدف بیشتر نداشت و اونم از بین بردن تشکیلات مجاهدین، ولی نتونسته از بین ببره. چرا؟ برای که چنین پایه‌ها و ریشه‌ای داره، اینطوری شکل گرفته، مبتنی بر فدا و صداقت مجاهدینه که این تشکیلات شکل داده و این اعتماد به وجود آورده. برگردم به موضوع اول که بحث فروش نشریه مجاهد بود. خواستم بگم که به این ترتیب مجاهدین با فقط نشریه مجاهد تونستن چنین تشکیلاتی رو در سراسر کشور تو اون زمان محدود، تو همون یکی دو سال اول در واقع بعد از روی کار آمدن رژیم آخونده‌ها و رژیم خمینی شک بدن با پا و تشکیلات مجاهدین پا بگیره. اما رژیم از اونجایی که براش مطلقاً قابل تحمل نبود، نمیتونست اینو تحمل کنه، از همون ابتدا شروع کرد به چی؟ با اون جو خفقان و اختناق از زدن و جلوگیری همین انتشار نشریه مجاهد، از میلیشیایی که توی خیابونا کارشون فقط همین بود که حتما شنیدید، کاری جز این نداشتن که جلو کارشون رو میگیره، میزک، کتک و حتی به قتل رسوندن مجاهدین تا سر و سر کشور، که در واقع به این وسیله میخواست راه رابطه مردم با مجاهدین رو ببنده و با سرکوب مطلق، با دستگیری و اعدام صدصد مجاهدین بود که فقط هدفش این بود که رابطه مردم و رابطه مجاهدین با مردم قطع کنه، این رابطه رو ببنده و از این در واقع بس امکان جلوگیری بکنه، که خب به همین دلیل بود که مجاهدین به هر حال تصمیم گرفتن به مهاجرت، از اینا خارج شدن. اشرف چرا شکل گرفت؟ چرا تشکیلات در خارج ایران شکل گرفت و تشکیلات مجاهدین چرا امروزه در خارج ایران به این شکل گرفت؟ به خاطر اینکه رژیم آخوند و رژیم خمینی مطلقاً با سرکوب مطلق، با کشتار و سرکوب مطلق مجاهدین به این وسیله میخواد جلوی شکل‌گیری تشکیلات در داخل ایران بگیره. هموطن برخیز
دستو بشکن دست جلاد چوبه دار، بازوی پا اقتدارت داره عزم رزم و پیکار. سر بداره باغ ادام، بیگناه خواهر من بود، پسر تو پدر من، نور چشم انجمن بود، قتل زخمی قتل بیمار، کشتن تنهای تبدار، قتل گل با تیغ ساتور، کشتن سرباز بیدار. هموطن برخیز و بشکن دست جلاد چوبه دار، بازوی پر اقتدارت داره عزم رزم و پیکار. هموطن برخیز و بشکن دست جلاد چوبه دار، بازوی پر اقتدارت داره عزم رزم و پیکار.